سلام، با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد مردی که 28 سال از عمر خودش رو در حالت خمیده به سر برد. پس با ما همراه باشین. من شهریار هستم، اینجا پرژیم فوربس. راستی ممنونم که با زدن دکمه سابسکرایب پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با لایک کردن کارها به ما انرژی میدید و ازمون حمایت میکنید. لیهوا از 19 سالگی به بیماری اسپاندیلیت یا AS مبتلا شد. این وضعیت ناتوان کننده باعث شد که وی از کمر به جلو خط بشه. او که توانایی پرداخت هزینه‌های درمان رو نداشت، بیش از 20 سال از عمر خودش رو در رنج و عذاب حاصل از این بیماری سپری کرد. اسپاندیلیت یک نوع بیماری التهابیه که باعث جوش خوردن یا اصطلاحاً گره خوردن ستون فقرات بیمار میشه. این نوع نادر آرتروز بیشتر در مردان رخ میده که بیشتر بیماران این بیماری از سفتی در ناحیه کمر و باسن دچار درد میشن. این بیماری ستون فقرات رو مورد حمله قرار میده و در ادامه مفصل ران و شانه و کمر نیز تحت تأثیر این عارضه قرار میگیره و متاسفانه در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری وجود نداره و تنها درمان این بیماری تسکین دوره‌ای و لحظه‌ای درد با کمک استرویدها و مسکن هاست و جراحی هم به جز در موارد خیلی پیشرفته با شرایط سختی مواجه خواهد بود. با بدتر شدن وضعیت لی، بدن او حالت خمیده شدیدی به خود گرفت، به طوری که 3 قسمت از بدن او متصل به نظر می رسید. قسمت چانه و سینه به استخوان ران به علت خمیدگی کمر وصل شده بود. مادر لی با ترس از مرگ فرزند خود، پسرش رو به شکل سخت و طاقت فرسایی با طی 500 مایل به بیمارستان عمومی دانشگاه شنجن رسوند. یک تیم جراحی در بیمارستان عمومی دانشگاه شنجن 4 عمل متوالی رو برای حل این موضوع برنامه ریزی کردن تا به لی جهت راه رفتن دوباره و سلامتیش کمک بکنن. این عملیات خطرناک از ماه جون تا دسامبر سال گذشته ادامه داشت. در طی این جراحی ستون فقرات لی باید از چند قسمت می شکست و دوباره صاف می شد تا به اصلاح وضعیت خمیدگی کمرش ختم بشه. لی در پایان 3 عمل جراحی در ماه سپتامبر بالاخره تونست از حالت خمیدگی رها بشه و تونست به صورت طبیعی روی تخت بیمارستان دراز بکشه و برای اولین بار بعد از گذشت 20 سال تونست به شکل طبیعی به جهان نگاه بکنه. در عمل جراحی پایانی مفصل ران لی به طور کامل تعویض شد و پس از آن لی 6 ماه رو در بیمارستان گذروند و تحت توانبخشی و فیزیوتراپی های گسترده ای قرار گرفت. به گفته دکتر لی تایو هیران، سرانجام لی در ماه جولای از بیمارستان مرخص شد. این 4 عمل جراحی توسط پزشکان دانشگاه شنجن به لی فرصتی دوباره برای زندگی بخشید. لی هم اکنون میتونه راه بره، میتونه به طور طبیعی بشینه و میتونه به راحتی غذا بخوره و به آسمان نگاه بکنه. لازم به ذکر تمامی این عمل جراحی توسط دانشجویان و جراحان متخصص دانشگاه پزشکی شنجن به طور رایگان و برای کمک به لی انجام شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.